وقتی که بابا برامون خونه بگیره، برای تو اسباب بازی بخره، مدرسه ثبت نامت کنه، بعد میاد میبرتم. خبری نشده. اگه قرار باشه به این زودی ها بر نگرده، مجبورم برای بچه داری ازت پول بگیرم. باشه، میبینمت. مرداد داداش چطوری پسر؟ خوشحالم کردی؟ کی اومدی؟ همین الان اومدم از ترمینال، جایی نداشتم اومدم اینجا. چرا زنگ نزدی؟ داری میای؟ میومدم ترمینال دنبالت. میخواستم زنگ بزنم اما پول نداشتم. بیا تو. چمدونات کو؟ باشه حالا بعدم بهت میگم. بفرمون بارتو. خوش آمدی. زنه تو دیدی؟ نه، جرأت خونه رفتن نداره. چی شده مرداد؟ نباید به بهرام اطمینان میکردم. نامرد همه پولامو به باد داد. یعنی چی؟ باور کن مرداد، یه ساعته میرم اونا رو میبینم و برمیگردم. خیلی دلشوره دارم، اگه خودم باد بیام خیالم جمع‌تره. نه بابا، اونا گفتن کسی دیگه رو بیاری ماماره به هم میخوره. باید تنهایی برم. چطور تونستی دست دستی همه پولا رو به باد بدی؟ حالا من جواب شهره رو چی بدم؟ مگه من کف دستم بود کرده بودم ناکلا بردارن؟ تازه پول تو نبود، پول منم بود. شانس آوردی که فامیل همی، ولی خودم همینجا میکشتمت. نمیخواستم دخترم بدون بابا بزرگ بشه. بعد چی کار کردی؟ میخواستی چی کار کنم؟ برام زندگیمو سیاه کرده بود، ولش کردم و اومدم. اما حالا هر کاری میکنم نمیتونم با شرایط رو بروشم. برم بهش چی بگم؟ بگم همه چیزو باختم و برگشتم؟ پاشو بریم خونت، زن و بچه‌ت منتظرن. اول بریم خرید سوغاتی. گفتم که پولی ندارم، هیچی، حتی ساعت و انگشترم هم فروختم. گفتم که بریم، من و تو که نداریم. بعد از این همه سال رفاقت نمیتونم یه قدم برای بهترین دوستم بردارم. پاشو. به زنت میگی چی شده؟ چطور میتونم؟ خیلی شرمنده. اینو داشته باش. مرسی، خیلی ممنون. حرفشو نزن. خدافظ. خیلی دلم میخواست دعوتت کنم بالا، ولی خودت که میدونی. میدونم، نگران نباش. خدافظ. خدافظ. سلام، من اومدم. سلام.
خوشگلی بابا، عسل بابا. بیا ببینم. سلام. سلام، خوبی تو؟ چطوری؟ مرسی خوبم. خوش اومدی. مرسی. چی شده؟ هیچیه، دو روزی تو را بودم، خیلی خستم. وسایلات کو؟ فعلا حال و حوصله سوال جواب ندارم، بذار باشه واسه بعد. حتما ازت زدم. گفتم که خیلی خسته و گرسنه. بذار یه استراحت کنم، یه نفسی تازه کنم، بعد با هم حرف میزنیم. میرم برات یه ذره غذا آماده کنم تا اینکه یه ذره استراحت کنی و خستگی در بره. بابا خون نیکو. بشین غذا تو بخور بچه. تو نمیخوای با ما حرف بزنی؟ میذاری یه لقمه غذا بخورم یا نه؟ دست پیش میگیری که پس نیافتی؟ بذار یه لقمه نون زهر مار کنی، بعد کافی یه مدت کشیدن. تو دیگه دست سرم وردار. تو انگار نمیخوای دست ما رو بگیری ببری، درسته؟ با پولا چی کار کردی؟ رفتی دادی برای مشروب و گله تللی؟ یا یعنی که توی قمار از دست دادی؟ بهرام همه پولا رو از دست داد. چی؟ پولا رو از دست داد یا یعنی که خودش بالا کشی؟ از جونم چی میخوای؟ بذار یه نفسی تازه کنم بعد بیافت به جونم. عجب غلطی کردم اومدم خونه ها. خودت میدونی از جونت چی میخوام. منو که بدبخت کردی، حداقل بچه‌تو خوشبخت کن. دست از سرم بردار، زن کار دستت میده. چی میشه؟ بدتر از این که نمیشه که. این مدت خودم زندگیمو چرخوندم. تمام این مدت منتظر اومدنش بودم، اما حالا که اومده آرزو میکنم که یک کاش نمی اومد. وقتی نبود یه بدبختی داشتم، حالا که اومده صد تا. مردا همشون همینطورن، همشون از یه قماشن، میرن استانبول عشق و حالشون رو میکنن، کفگیرشون که به ته دیگ میخوره تازه فیلشون یاد هندستون میکنه. از همون موقع که ازدواج کردیم همه فکر و ذکرش خارج رفتن بود. بعدم این که این فامیل آشغالش مغزشو شستشو داد و همه چی رو فروخت و رفت استانبول. از همون اول نباید به حرف این پسر گوش میداد. از اول بهش گفتی که این پسر اعتماد نکنه، درسته؟ من فکر میکنم مشکل اصلی همینه که اون اصلا به تو گوش نمیکنه. همش میخواد هر خودشو بتازونه. نمیدونم چه خاکی تو سرم بریزم یا سمن. نمیخوام مریم مثل من بدبخت بزرگ بشه. تو باید خیلی زرنگتر از اون باشی. مواظب باش اون چیزی که داری نفروشه و خرج خودش کنه. فکر میکنم همش باید کار کنم و این زندگی رو بچرخونم. میدونی باید چی کار کنی؟ فکر میکنم باید بری فالبینی رو ببینی. یه فالگیر خوب سراغ دارم که ردخور نداره. بیا برو اونو ببین، شاید دوای دردت بشه. بعد یه خورده گرونه. اگر مشکل زندگی ما بگه اونش مهم نیست. خوابیده؟ زود اومدی؟ کار پیدا کردی؟ نه هنوز پیدا نکردم. عجله نکن، پیدا میشه. فایزر طول داره. چقدر طول میکشه؟ وقتی نداریم، معلوم نیست فردا چی بشه. حالا داری چی کار میکنی؟ یه سفارش بزرگ گرفتم که اگه تا پنجشنبه تموم بشه پول خوبی گیرم میاد. تو که کار پیدا نکردی برای چی اومدی خونه؟ انقدر سر به سرم نذار بابا، خستم. از صبح تا حالا انقدر راه رفتم پدرم در اومده. حالا اومدم تو خونه دخترم ببینم، استراحت کنم. میفهمی؟ شاید بهتر باشه که اول یه فکری بکنی برای مواظبت بچه‌ت. به جای که انقدر غرغر کنی باشه چای بده بخوری. به من چه؟ من دست خودت شکسته، پشت برو بردار. الو. سلام، چطوری؟ خوبی؟ نشسته بودم. باشه، حالا میبینم. خدافظ. کی بود؟ هیچ کس.
کابوس دیدی؟ نه چیزی نیست. سلام. بعد امروز ببینم تو با تو حرف بزنم. همه اون کاری که گفتی دیشب انجام دادم. اتفاق خیلی عجیبی افتاد. از پشت تلفن نمیشه گفت، بعد ببینمت. باشه پس ببینمت. خداحافظ. الان میدم. دستت چطوره؟ هنوز درد میکنه. میخوای ببرم درمونگا؟ نه، نمیخوام خرج اضافه کنم، خودش خوب میشه. مرداد کجاست؟ رفته سر کار؟ نه بابا، اون بیکار و دوله است، حتما با دوستاشه. رفتم پیش فالگیره. خب، چی گفت؟ گفت که مرداد مرد زندگی نیست و باید ولش کنم. راستی؟ نمیدونم، شاید فالگیره اشتباه میکنه. تلفن‌های مرموز میزنه. شبا دیر میاد خونه. وقتی هم که میاد میگه شام خوردم. خنده شده مال مردم و غم و غصه شده مال ما. دیگه نمیدونم باید چی کار کنم. داستان تو شده مثل داستان شهین. کدوم شهین؟ همسایه قبلیمون. بیچاره بعد از یه مدت فهمید که شوهرش زیر سرش بلند شده و رفته یه دختر پولدار بدقواره ترشیده رو تور کرده و بعدم باهاش ازدواج کرد. ایشالله که مرداد اینطور نیست. وقتی که مرداد از اینجا رفت خیلی برام سخت بود. اما دلم خوش بود که لاغل ما هم میریم. حتی وقتی که دست از پا دراستر برگشت دلم خوش بود که دخترم بدون بابا بزرگ نمیشه. هیچی نباشه سایش بالا سرمونه. اما حالا نمیدونم باید چی کار کنم. چطور میتونم برم و بچه‌مو پیش این تنپرور بذارم؟ چی کار میکنی دختر؟ با این دستت که نمیتونی کار کنی. بعد کار کنم شکم بچه‌مو سیر کنم. به شکمت صابون نزن که شام نداریم. این موقع شب رستوران هم غذا ندارم. همون جایی که بودی این شامت هم میخوردی. شام خوردن دستت چی شده؟ به تو ربطی نداره. کجا بودی؟ پی کار و زندگی. شام کجا خوردی؟ خونه دوستان. خوشب همونجا میخوابیدی؟ اتفاقا بهم گفتن شب بمون. من گفتم نه. حالا که اینجور شد دفعه بعد میمونم.